پیشتر در 4 قسمت به ابعاد مختلف فساد هماهنگ واردات غیرقانونی خودرو پرداختیم. یکی از ابعاد مهم نقش پررنگ گمرک در این فساده که کمتر بهش پرداخته شده. در قسمت سوم به نامه‌نگاری‌های وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل گمرک در مورد وجود خودروهای بدون ثبت سفارش قانونی در گمرکات و اطلاع اونا از این تخلف بزرگ در عین تکذیب در رسانه‌ها اشاره کردیم. و گزارش وقوع جرم در گمرک و ترخیص خودروها بدون داشتن تاییدیه نهایی سازمان توسعه تجارت که توسط رئیس مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک تنظیم شده بود رو منتشر کردیم. هیچ خودروی را گمرک بدون مجوز امروز هم تو جلسه اشاره کردم ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بهش اجازه نمیده. اما عجیب ترین تخلف گمرک در موضوع واردات غیرقانونی خودرو ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش با گرفتن تعهد محضری بود. مدیران گمرک از وارد کننده های متخلف که بدون ثبت سفارش خودروها رو وارد گمرک کرده بودن یه تعهد محضری می گرفتن که خودروها رو ترخیص کنید و ببرید و بعدن مجوزهای لازم رو بگیرید و بیارید. و خب بدیهیه که خودروهای غیر مجاز ترخیص و وارد بازار شدن و هیچ مجوزی هم بعدن آورده نشد. در اسناد گزارش یکی از این تخلفات به دستور یکی از معاونین گمرک بندر لنگه میرسید. آقای سین ه که طبق اخبار رسیده در ماه‌های گذشته بازداشت شده. بعد از این صحبت تعدادی از مدیران گمرک دستگیر شدن. همین اخیراً بعد از این 34 نفر تو گمرک دستگیر شدن. مدیر پشت میزش نشسته با توجه به اسناد و مدارک قوه قضاییه ورود پیدا کردن و افراد دستگیر کردن. اما طبق اخباری که به دستمون رسیده این مدیر گمرک بعد از تفهیم اتهام با وثیقه چند میلیارد تومانی آزاد شده. تو روزهای اخیر ویدئویی از یکی از منابعمون در گمرک بندر لنگه به دستمون رسیده که بسیار تعجب برانگیزه. بازگشت افتخارآمیز این مدیر متهم به میز کارش در میان استقبال و گل و شیرینی همکاران. سلام چطوری؟ از شما خوبه؟ سلام خوش آمدید. خوش آمدید. سلام ده 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 با دیدن این ویدئوی چند ثانیه‌ای از حس و حال خود این مدیر و چهره استقبال کننده ها که بگذریم، این سوالات در ذهنمون ایجاد میشه که چرا مدیریت کل گمرک مدیر متخلف خودش رو مجدداً در پست قبلی به کار میگیره و مهمتر از اون دستگاه قضایی مخاطب سواله که اساساً پرونده واردات غیرقانونی خودرو و وضعیت متهمان دولتی اون به کجا رسید و این دستگاه چرا اجازه میده مدیر متخلفی که با وثیقه چند میلیاردی و به صورت موقت آزاد شده مجدداً در همون پست مشغول به کار بشه و مثلا تا نهایی شدن وضعیت پرونده برای اون رأی انفصال از خدمت صادر نمی کنه. البته بعد از ارسال این فیلم به دادستانی و اطلاع اونا از این بازگشته به میز، نامه ای از دادستانی بندر لنگه به مدیر گمرک بندر لنگه ارسال میشه و گفته میشه که این فرد متهمه و با قرار آزاد شده و تا اطلاع ثانوی از اشتغال وی به پست‌های سابق و دسترسی ایشون به سیستم گمرک جلوگیری بشه. البته مخاطب این نامه یعنی مدیر کل گمرک بندر لنگه، همین کسیه که تو فیلم معاون متهم خودش رو به میزش دعوت میکنه و اصلا اسم خودش هم در گزارش ترخیص خودروها با گرفتن تعهد محضری دیده میشه. وقتی
یک مدیریت گمرک خرید و فروش بشه، کسی که میره اونجا نمیره که سالم کار کنه. ما باید اون ضعف رو برطرف کنیم. من به همه نیستم، افراد گمرک افراد متدینی هستن، افرادی که مثل زالو خون مردم رو میبکن. بازگشت به میز یه مدیر متهم موضوع عجیبی بود، اما با کمی تحقیق به لیست بیش از 10 نفره ای از مدیران رده بالای این چنینی فقط در گمرک رسیدیم که بعضی از اونا بعد از بازداشت آزادی با وثیقه حتی ترفیع هم گرفتن و احتمالاً به خاطر اینکه کسی از مراسم بازگشت به میزشون فیلمی نگرفته، این روزا پشت میزاشون مشغول خدمتن. حجم گسترده تخلفات و اتفاقات عجیب و غریب در گمرکات کشور و آمار بالای قاچاق باعث شد که ما پرونده جداگونه‌ای برای گمرک و قاچاق در شهرداد باز کنیم و به این تخلفات به صورت جداگونه در اون پرونده بپردازیم.